خب درود بر همه قربان شما، منتظریم. دمتون گرم دوستانی که مایلن بیان بالا ببینیم چه خبره. زنده باشید، فدای شما. هرکی دوست داره بگه بیارمش بالا، صحبت خاصی ندارم. لایو اینستا بعد وقتا فقط میام که دوستان رو بیارم بالا. فکر کنم در ایران الان دیگه ساعت 9 باشه دیگه. خب بذار دوست اول بیاد. امیدواریم که صحبت همون هم سیف بشه، اینستاگرام اذیتمون نکنه. بخ بخ، درود بر شما. قربان شما، خوش میگذره، همه چی عالی؟ قربانت، حالت خوبه؟ خوبی؟ زنده باشی. نه من کتک خوردم الان، گرفتم منو کتک کرده. درود، خوب شد. آره دیگه، اینا آرزو، گفتم من سر برنامه جوانمردی گفتم اینا دیگه آرزوهاشونو دارن به صورت اخبار میگن، چون به وقوع نمیپیونده آرزوهاشون، دیگه اینا رو به صورت اخبار میگن. فقط دلم براشون سوخت که آرزوشون انقدر کوچیکه که مثلا من یه شهروند عادی ام منو بزنن. از براندازی حکومت جمهوری اسلامی رسیدن به این آرزو که منو بزنن، یعنی من. چقدر دلسرانه. شما رو جمهوری اسلامی فرستاده که فقط مشغول اینا رو مشغول کنی که صرف فکر دولت ایران نباشه، نظام ایران نباشه. چرن اپوزیسیون من در حال دستتون درد نکنه. امید بالا، ان شاء الله سرنگونت میکنن ها، میخوان زمین زنن ها. اوکی دیگه، امیدوار. حالا ببینیم چیکار میکنن دیگه. نمیدونم علمون اینا رو که میبینی همه نقطه ضعف خودشونه، اینا چیزی ندارن. نه اینا دیگه به چیز رسیدن، به ته رسیدن دیگه. بعضی وقتا باشون شوخی میکنیم، زندگی نیاز به شوخی هم داره دیگه، همه چی نمیشه جدی باشه. الان من یکی داشتم از بچه های خیلی حزب اللهی، من خودم حزب اللهی نیستم آقا امید، من به عنوان مسلمان مقیدم به خودم، کاری ندارم به کسی مسلمان. تیپتون ولی حزب اللهی ها، تیپتون ولی حزب اللهی ها، خوشتیپ و اینا. از این حزب اللهی خوشتیپ هستید شما؟ قربانت، خوشتیپ تر از من خودت هستی. از این بچه های حزب اللهی، بعد براش فرستادم شما رو. بعد در اومد گفت که تو چرا اینا رو گوش میکنی؟ گفتم که خب آدم بایستی همیشه طرف مخالفش رو گوش بکنه. ما مخالف من با ایشون رو عقیده و رو اسلام نیست، چون ما یک کشور قومیتی زیادی هستیم، هم از مذهب هم از لحاظ واژه و زبان. بعد دوبار براش که فرستادم امید جان، عوض شد. عوض شد، درست شد. آره اول به مسیحی هم دست نمیداد، میدونی؟ گفتم من که نه، آوردم که تو رو موعظه. او این چه تندرو بوده، خیلی تندرو بوده. آره تندرو بوده. گفت که نه، اول میگفت که شما مسلمان بودید بعد زرتوش شدید، شما خونتون حلاله. گفتم تو داعش شکارت میشه؟ گفت چرا؟ گفتم دیگه او زمان گذشت، الان ما با هم دیگه زندگی کنیم. ایشون هر برنامه داره به هر چیز داره میگه، نه فقط به مسلمان ها میگه، به زرتشتی خودشون هم میگه، به سنی و مسیحی، به همه میگه. فقط میگه که ما فقط ایرانی باید باشیم، فقط راجب ایران باید فکرمون باشه، مثلا هدفمون جمع شدن هممون که ما هممون ایران هستیم. خلاصه گذشته از این. بعد ایشون رفته چند جا دیگه صحبت کرده، در مورد گفته همش تقصیر این سلامتی، این هم چی کارت کرده؟ تو هم رفتی جیر خور سپاه پاسدارا شدی. امید چه خبتون میده؟ گفتم بالا هنوز تا حالا برامون به استر یونین برامون خبر میده. بله من بذارید بفرستن، چون به منم قول دارم فرستادم، من برای شما سهمتون رو میفرستم. دست ما درد کنه از ما ما در حال قربونتون برم. زنده باشید، اومدید بالا. آیا این برنامه که تازه آمریکا درست کرده که مثلا دوباره شکایت کرده که این نفکش پولش میره تو جیب پاسدارا، میتونه جلوی اینا رو بگیره که حرکت نکنه آقا؟ روزهای آینده باید ببینیم چی میشه. در کل نمیشه الان گفت، ولی ببینید جلوشو بگیره، هزینه‌شو باید بده. ببینید هر کسی هر کاری میتونه بکنه، مثلا میمونه که الان مثلا میتونه یکی بیاد تو این خونه مثلا چاقو به من بزنه، عملا نمیتونه، ولی اگه یه دیوونه پیدا بشه این کارو میکنه. آمریکا داره کار دیوونه ها رو میکنه، بالاخره اگر بخواد میتونه جلو این کش، یعنی بخواد که میخواد، حالا امکان داره یه کار غیر، ولی در چارچوب عقلانی و بین المللی نه، نمیتونه، مگه اینکه خارج از عرف بخواد کاری بکنه. خارج از عرف کاری بکنه، خب ما هم خارج از عرف کشتی هاشونو میگیریم. بقیه سوال رو میجن، به نظر شما گام دوم انقلاب که میگفتن شروع شده یا هنوزه؟ 100% با این کاری که قوه قضاییه داره میکنه، 100% با این پاکسازی و سرسازی
بعد دقیق شروع شده، چون این بگیر ببندای در سطح گسترده تا اینجا من خبر دارم 100 تا به 100 تا قاضی رسیده که اینا رو گرفتنشون. این اصلا امکان نداره تصفیه حساب شخصی اینا باشه، این یه عزم جدیه که بخوام به قول همون آقایی که میگه حجامت نظام، یک عزم جدی کردن که بخوان سرسازی کنن. یعنی لاریجانی همه رو میگیرن دیگه، خود این علی لاریجانی احتمالش خیلی زیاده، لاریجانی رو اگر نگیرن 100% این از اریک قدرت کنار گذاشته میشه، حذف سیاسی میشه. این احمدی نژاد، احمدی نژاد الان حذف سیاسی دیگه عمله. احمدی نژاد مثل شپش همه جا میره میاد آقا. حالا من حالا در موردش نظر نمیدم چون کارهای مثبتی هم داشته، ولی الان میره میاد، ولی قدرت سیاسی نداره احمدی نژاد. یک سوال ولی نمیدونم درست یا نه، این روحانی آخرش چی میشه آقا؟ روحانی آخرش که حتما ریاست جمهوریش تمام میشه میره کنار دیگه. اینم نه آروم... با اینکه دختر با خواهرزادش که جاسوس در اومده. ببینید اینکه چی میشه که نمیشه همه چی رو پیش، باید ببینیم چه روندی پیش، ولی روندی که الان داره جلو میره تمام این کسایی که تو این گفتمان مذاکره و تسلیم و اینا هستن، چیزی که الان داریم میبینیم اینه که اینا همه کنار میرن. اگه همینجوری بره جلو، حالا در ادامه راه باید ببینیم، چون اگه انسان بتونه فرداشو درست پیش بینی کنه که خیلی کارا میتونه بکنه، ولی باید ببینیم چه اتفاقی میفته. هر... زنده باشید. خیلی جالب بود. قربان شما. موفق باشید. زنده باشید. ممنون. خب دوستان ما بیانیم بالا. یکی محمد حسین. مای محمد حسین بفرمایید. خب درود بر شما. زنده باشید. ممنون. درود بر شما. صداتون میاد جونم بفرمایید. من میخواستم بگم که من رشتم تاریخ امسال کنکور ارشد شرکت کردم، گفتم تکرارگمی شده. میخواستم بگم که شما چند مورد تاریخی صحبت کردید که تقریبا اشتباه صحبت کردید، میخواستم توضیح بدم در این زمینه. میتونم بگم؟ میتونی بگی، منتها صدات یه مقدار بم عزیز، من یه مقدار صداتو بد میشنوم. الان میاد؟ الان صداتو میاد. جونم عزیز بگو. چند مورد تاریخی شما اشتباه کردید میخواستم بگم. شما بگو بله بفرمایید. یه ایرانی در صورتی که شیعه ایرانی نیست، شیعه مثلا تو تاریخ شیعه رو خوندین یا نه؟ ببین عزیز من بحث نمیخوام، تو واقعا تاریخ خوندی خداییش؟ پس شیعه و شیعه ایرانی، البته تاریخ خوندی بعد به این نتیجه رسیدی شیعه ایرانی نیست. نه شیعه اصلا به ایران یک مذهبیه. شما اصلا کلی اول حکومت کجا بوده؟ بعد حسن علی. ببین من وارد بحث مذهبی نمیشم. من واسه بحث مذهبی رو سرد نگرم میدارم. خب بجز این بحث دیگه چه؟ این که نظر شماست. پس اشتباهی من نبوده. شما نظرتون اینجا متفاوته. بجز بحث شیعه، بجز بحث شیعه چه مشکلی دارید؟ چیز ایران بجز بحث شیعه. همون اصل قوانین اسلامی که شما فرموده بودین، من این بخاطر مطلب توضیح بدم. من ببین میخوای منو وارد بحثای مذهبی کنی؟ بحث تاریخی گفتی، شما گفتید که من تاریخ خوندم، شیعه و بحث اسلام بحثای مذهبیه، پس شما تو این رشتت نیست. همین منظورم هستش. قوانین جمهوری اسلامی که انشالله قوانین جمهوری اسلامی میرسه، صداتون میرسه، ولی شما به من گفتید میخوای ایراد تاریخی بگیرید. این دوتا مبحثی که باز کردید بحث مذهبیه، تاریخی نه. نیست دیگه. من بحث شیعه بدونیم که نه، بحث قوانینی که میگن آن در جمهوری اسلامی به ضرر مردم هستش، اینو میتونم توضیح بدم؟ ببین عزیز صدات درست نمیاد به خدا. الان میرسه؟ الان عالی شد صدات. باشه. الان میخواستم در باره سیل قوانین جمهوری اسلامی که میگین مثلا باید برداشته بشه صحبت کنم. الان میشه صحبت کنم؟ آره بفرمایید. یه مبنای قانونی میخواستم بگم. ببینین ما در سال 57 انقلاب کردیم که اسمش رو داشتیم جمهوری اسلامی، درسته؟ حالا من شورش 57 میگم، شما حالا انقلاب کبیر، به هر حال بفرمایید. دهم و 11 اردیبهشت ماه مردم به انتخابات رفتن و به حالا میگم جمهوری اسلامی آری گفتن. حالا شما میگی شورش. ببین عزیزم قربونت برم، آقای تاریخدان، مردم تو فروردین رفتن، 12 فروردین. خب وقتی مردم به انتخابات رفتن رأیشون آری بود به جمهوری اسلامی که پشتش اسلام باشه، یعنی باید قوانینش بر مبنای اسلام باشه، پس وقتی این انتخاب کردن یعنی هرچی اسلام گفته باید قبول کنه، اگر نه میگفتن میگفتن دموکراسی
به جمهوری خالی حرف شما درست بود، اما چون گفتن قوانین به معنی اسلام. عزیز دمت گرم، عزیز من دمت گرم، شنیدم، دست درد نکنه از انتقاد. دوستای دیگر هم میخوام با اجازت بیارم بالا. خیلی ممنون، قربون شما، زنده باشید. بحث سطحی، ببینید بحث سطحی میخواد چه از سوی این دوست عزیزی که حامی حکومته، حرف ببین مزخرفه دیگه، مزخرفه. در تمام این چارچوب ها این بحثا بحثایی است سترون بی حاصل. 12 فروردین وقتی شاهی که رفته، مردم بالاخره باید به یه چی رأی بدن. میخوای همین الان انتخابات بذاریم ببین چند نفر میگن جمهوری اسلامی باید برود؟ میخوای الان انتخاب بذاریم ببین چند نفر به رضا پهلوی رأی میدن؟ رأی مردم بر مبنای این نیستش که بگیم آقا چون مردم به یه چیزی رأی دادن درست. یا یک زمانی هم مردم تو آمریکا، همین الان تازه تو آمریکا رأی گیری کنیم، درصد بالایی بردهداری رو قبول میکنن، درصد بالایی رأی به بردهداری میدن. اون زمانی که بردهداری در دنیا مرسوم بود با رأی مردمی خیلی جاها بود، با خواست مردمی بود. مگه رأی مردم چیز درسته یا غلطیه؟ رأی مردم میتونه بر مبنای درست باشه، میتونه بر مبنای غلط باشه. به هر حال اینا بحثای سطحیه. من دوستانی که بحثای سطحی رو مطرح کنن رک بگم میارم پایین. میتونید در جبهه مخالف باشی، بحث عمق. من عزیز میگه من رشتم تاریخ، بعد از من سوال میخواد بحث مذهبی باز کنه. خب دیگه اینا فایده نداره. آقای علیرضا بفرمایید. خواهشم بحثا رو عمقش بدید. این که اتفاق 57 چی بوده قشنگ چیز مشخصیه. میشه آدم اتفاق 57 حالا به خواست خودش دگرگون کنه چه اتفاقی افتاده؟ نه نمیشه. خب اجازه بدید آقای محمد حسین بفرمایید. خب آقای محمد حسین هم که نیومدیم. ما حساس این اپوزیسیون برانداز فرار کردیم چون خیلی حرفای مزخرف می‌زدن. قرار نیست از اونور بوم بیافتیم. درود بر شما، زنده باشید. خب قطع شدید، قطع کردید. کودک درون، آقای کودک درون بفرمایید. کودک درون سلام، درود بر شما، درود بر شما، زنده باشید. خدمتتون اول سلام عرض میکنم. بله شما. یه نکته رو میخواستم در رابطه با این بیانیه 14 نفری که نوشتن، نامه سرگشاده 14 نفری که نوشتن برای آقای مقام رهبری، میخواستم یه چند تا نکته رو اولین نکته رو من بگم سر همین. اولین نکته اینه که اینجا تابستون که میشه، البته اونایی که تو ایرانن رو من کاری ندارم، ولی چون در خارجم چند تا نامه 14 تن اومد بیرون. البته شاهین نجفی یه دونه فایل صوتی داد گفتش که اسم منو به دروغ گذاشتم، من اصلا خبر ندارم داستان چیه. ولی در خارج من میتونم حالا داخل قضاوت نمیکنم، ولی خارج قضاوت میکنم. دابستون که میشه، خب در مثلا کشورهای اروپایی یه مقدار کار کمتر میشه، بیشتر اینا مثلا فصل مسافرتشونه. بعد این عزیزان در اپوزیسیون برانداز 40 سال این بر مفت خوردن و خوابیدن، اینا پول ندارن مسافرت برن، حوصله‌شون سر میره، اینجور چیزا تفریحشونه. یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، اکتبر و سپتامبر که بیاد فصل کار تو اروپا شروع بشه، این بیانیه هم شما اصلا میبینید که داستانش جمع میشه و خبری نیست. حالا بفرمایید. حالا یه چند تا اسامی رو که من دیشب داشتم نگاه میکردم، به افراد جالبی برخوردم، اینه که مخصوصا تو داخل کشورن، چون اون 14 نفر اکثرشون فکر کنم تو داخل کشور بودن. بله. خیلی هم داغونن، اینم بگم. همون میخواستم بگم که مثلا یکیشون آقای نوریزاد بود، یکی دیگرشون کسی بودش که یکی از فعالای نمیدونم فرهنگی یا مثلا توی انجمن، توی انجیو فرهنگی مثلا فرهنگیان فعالیت میکرده. یه چند تا عکس یادگاری با یه چند تا از این خانواده تروریست کموله گرفته بود. بعد این الان توی سرچ اینترنت هم که من سرچ کردم فکر کنم اسمشون هم زرتوش بود، اسم مستعارشون زرتوش بود. بعد ایشون آقای زرتوش بعد میشناسمش، احمد راغب زرتوش. بله آتش نشان. ببین عزیز من اینا رو چون خیلیاشون از نزدیک میشناسم، خود آقای نوریزاد و من 20 روز باهاشون تو بند 350 بودم، ایشون تو اتاق 6 بودن اون موقع. ببینید اینا من چجوری بگم، میخوام آخه یه احترامی هم حفظ کنم. ببین دو سه تخته کم شده، تخته ها کمه، یعنی
اصلا تو باغ نیستن، آدمای خیلی خوبی هم هستن، یعنی آدمای بدجنسی هم نیستن، ولی واقعا اصلا تو باغ نیستن. اصلا یکی از این امضا کننده ها مادر ستار بهشتیه. مثلا حالا من برم از این مادر گرامی بپرسم آقا تو اصلا دست راست و چپتو میدونی که خواستار اینی که مثلا رهبر مملکت استعفا بده؟ میدونی چی میگم؟ ببین اینا بنده خدا سطحشون خیلی پایینه، یه تقی به تو جو گرفته. اتفاقا وزارت اطلاعات یا بخش امنیت سپاه اینا رو باید دست بدن، اصلا نباید دستگیر کنن. اگه دستگیر میشن جدی میگیرن خودشونه. اینا رو باید دست انداخت. پسره بود کامران قادری تو خارج میگفت من پرچم شیر و خورشید میخوام بیارم. ببین اومد ایران دستش انداختن، بهش خندیدن، اوکی دمت گرم پرچم شیر و خورشید آوردی، ای ول این پرچم جمهوری اسلامی، حالا برو بیرون. با پرچم جمهوری اسلامی هم اومد بیرون، بهش خندیدن. اینا رو باید دست انداخت، اینا شوخی ان. میدونی تو این سطح که میان یه همچین جسارتایی میکنن، اینا رو باید اصلا نباید باشون برخورد قهرآمیز و امنیتی و جدی پرداخت. بعد بگیم دمتون گرم باشه چش، الان خامنه ای میگیم استعفا بده. آره چون من دیدم همه‌ش دونم قبل از اینکه اتفاق براشون بیفته یا بعد از اینکه اتفاق براشون بیفته همه‌شون ویدیو دادن بیرون و حالا توی یوتیوب یا جاهای دیگه منتشر شده و رسانه‌های برون مرزی هم که همیشه از این بر می‌گیرن اومدن این رو منتشر کردن که مثلا این افراد تحت ظلم هستن و خیلی آدمای تتم کشیده هستن و از این حرفا. می‌خواستم ببینم این ماهیت این نامه‌نویسا همیشه همین شکلی بوده، یعنی اینکه معلوم بعد پایینه. ببین من تو زندان که بودم هیچ وقت بیانیه‌ای رو من امضا نکردم، به خاطری که من اصلا بیانیه‌ها رو تو زندان می‌دیدم دیگه. اصلا چه جوری مثلا حالا نمی‌خوام نام بیارم، می‌شستم بچه‌ها بیانیه، البته من بیانیه‌هاشون از زندان خارج می‌کردم دیگه. اصلا به من می‌گفتن امضا می‌کنی اینا، من امضا نمی‌کردم، ولی بیانیه‌هاشون من یه بیانیه تا الان تو زندانی که بودم امضا نکردم، ولی بیانیه زیاد دادم بیرون. ببین بچه بازیه دیگه، فقط اینه که بیانیه، یعنی تجربه من از بیانیه صادر کردن این بوده که میخوان نامشون مطرح بشه. خودم هم تو خارج از کشور دو تا بیانیه فقط علی رضا دیبا من چیز کردم، تنظیم کردم. حالا یه بیانیه دیگه هست دارم روش کار میکنم، اگر به نتیجه برسه، که فکر نکنم به نتیجه برسه، بدیم بیرون. ولی عموم کسایی که تقریبا 99% بیانیه صادر کنن فقط میخوان نامشون بیاد سر زبون، من و شما در موردشون صحبت کنیم، یعنی هدفشون اینه. پشت قضیه هیچی نیست، کومیکه. بله دقیقا. بعد یه نکته دیگه هم بگم میرم پایین، در رابطه با این قصه قوه قضاییه و اتفاقایی که در ماهای اخیر افتاده، شما برنامه هم داشتین فکر کنم، برنامه تونو من هنو ندیدم. امروز داشتم. یه نکته خیلی های اهمیت هستش و اون همین هستش که چند نفری که دستگیر شدن، حالا شما نمیدونم تو برنامه‌تون من ندیدم اشاره بکنید، که یکی از مدیران برجسته بخش خصوصی سازی دستگیر شده و شما میدونید که اقتصاد ایران یک بخشش مربوط به خصوصی بازیه که در حقیقت توی این چند دهه اتفاق افتاده و بسیار از مافیاهای اقتصادی توی همین در حقیقت شرایط خصوصی سازی اومدن لفت و لیست کردن و این انگوش گذاشتن روی این مدیران خیلی به نظر من حائز اهمیته که متاسفانه خیلی بهش توجه نمی کنن. این به نظر من، حالا نمیدونم برنامه‌تون رو میگم من ندیدم، ولی این چیزی هستش که مقفول مونده و خیلی بهش توجه نکردن. حالا من همین میخواستم بگم، برحال شرمنده مزاحمت شما. قربان شما، زنده باشید. ممنون، زنده باشید. سلامت باشید. خب دو تا حرف حساب شنیدیم. دوست عزیز مجید، آقای مجید بفرمایید بالا. درود بر شما، بفرمایید جانم، زنده باشید. ممنون، لطف دارید بفرمایید. زنده باشید، زنده باشید، لطف دارید. به هر حال بله دقیقا
زنده باشید، به هر حال زنده باشید، لطف کردید. ولی واقعا حالا دقیقا حالا الان شما رو آوردم پایین یه خود روانش توضیح میدم. به هر حال زنده باشید، لطف کردید، زنده باشید. خب من این تیکر رو میخوام صحبت کنم بعد که لایو سیو بمونه. ببین فارغ از اینکه اینها دیگه آرزوهاشون رو دارن فتوشاپ میکنن یا آرزوهاشون رو مثل جوانمردی میان در قالب خبر میگن، شما دیدی جوانمردی آرزو داره اسرائیل بیاد با هواپیما ایران رو بمباران کنه، خب این اتفاق نخواهد افتاد، برعکسش اتفاق خواهد افتاد یک روزی. ولی اینکه اسرائیل وارد خاک ایران بشه و بخواد ایران رو بمباران کنه، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی جوانمردی آرزوی این داستان رو داره، خب چون آرزوی این داستان رو داره میاد اینو به عنوان یک خبر میگه. و خب این اپوزیسیون در این 40 سال چون آرزو داشتن جمهوری اسلامی برانداز بشه هجویات زیادی تولید کردن. من فقط یک بخشی برام انقدر دلم برای این عزیزانی که عکس منو فتوشاپ کردن کتک خوردم و دستت گستردم پخش کردن، اهم از پانکورت ها و رضابات ها، چون این دو تیپ خیلی بی کلاسن، برام خیلی تو عرصه بحثای مجازی و اینا هستن، یه خود دلم برایشون سوخت به این دلیل که اینها سطح آرزوشون از براندازی حکومت جمهوری اسلامی حتی تو آرزو رسیده و تقلیل پیدا کرده به این که امید دانایی یه شهروند عادی رو بگیریم کتک بزنیم. یکی اینه و فارغ از اینکه دلم براشون سوخت، خیلی خوشحال هستم که اینا قدرتی ندارن. ببینید این اتفاقا پسای این داستان باید مردم بدونن، اینها روزی به قدرت برسن حمام خون را میندازن. اینها در کشورهای اروپایی آرزو دارن منو اونجوری کتک بزنن. اگر برسن در داخل خاک کشور و قدرت داشته باشن چه میکنن؟ حمام خون را میندازن. و این حمام خون نه تنها از حزب الله یا وابستگان به این حکومت که کم هم نیستن، 10 میلیون بالاخره، 10 میلیون فقط اینجوری میخوام بزنن بکشن دیگه. اینا ببینید آدم های رقایت وحشی بیپرنسی و این همه دموکراسی آزادی بیانشون پشم، تو آرزو اینه که منو بگیره کتک بزنه. بعد یه نکته جالب دیگه هم بود که کامنت ها رو چند تاشون رو خوندم، خیلی آدم های واقعا داغونی هن. کامنت داده بودن آخ دمش کم اونی که زده یا فلان، بعضی هاشون که باهوش‌تر بودن لاک صورت من مثلا میگفت امید ابروش اینجا اونجوری نیست، اینا فتوشاپ، احتمالاً ابروهای امید رو مثلا تو این عکس فتوشاپ کرد. احمق پشت سر من بیلبوردی که زدن توش پر نشانهای جمهوری اسلامی، کجا بیلبوردای من مثلا اینجوریه؟ یعنی اونو به اون بزرگی ندیده بودش میگشت تو ابروی من ببینه کجاش فتو. تازه اینا باهوشاشون بودن. در روی این داستان ما هست و خب خوشبختانه لحظه به لحظه که میریم جلو با حملات بسیار سخیف و مبتذلی که اینا انجام میدن باعث این شدن حمله کردن به من لوس بشه. یعنی الان شما در جایی میبینید به من حمله میکنن دیگه ای بابا دیگه لوس شده. و برای همینه دیگه افراد خیلی کمی دیگه در فنجان به این چیزها خودشون تو فنجون دارن این حملات رو میکنن، خودشون تو فنجون دارن با همدیگه 40-50 نفرن که لایک میدن و در سطح گسترده که ما رو برنامه‌مون رو 10,000 نفر می‌بینن 40-50 نفر هم طبیعی دشمن باشن، عقب افتاده باشن، از این حرفا بزنن. ما توی همین ونکوور که می‌ریم خب مردم رو می‌بینیم و باور کنید اینو به جان عزیزترین کسانم قسم می‌خورم 90-10 هم حتی نیست، یعنی 90% برخورد مناسب دیدیم، 10% هم حتی من تو کل این الان 2 ماهی که اینجاییم باور کنید یک برخورد نامناسب دیدیم که اونو سریع گذاشتیمش توی یوتیوب، چون من رحم نمی کنم کسی بیاد سمتم بخواد حرمت شکنی کنه داغونش میکنیم، هم در عرصه رسانه‌ای داغونش میکنیم و هم در عرصه قانونی و قضایی. و خوشبختانه در ونکوور هم یک قانونی وجود داره کسی دست به من بزنه من میتونم، چون تو اروپا این قانون نبود، میتونم تا قصد کش بگیرم بزنمش. و خب این خوشبختانه این اتفاقی واقعا همچین چیزایی نیست تو ونکوور، یعنی انقدر سطح مردم ما میبینیم بالاست
و چقدر سطح گسترده ای از مردم ما میبینی عمقی فکر میکنن. اصلا اینقدر خوشحال میشم، اینقدر انرژی میگیرم وقتی که ایرانی های اینجا رو میبینم اینقدر با کلاس، اینقدر مسائل خوب دارن درک میکنم. اینقدر ایرانی اینجا دیدم، تا الان سه مورد فقط ایرانی دیدم، گفتن آقا ما پس برنامه تو رفتیم عکس آقای خامنه ای رو گذاشتیم تو حال. گفتم من حتی تو برنامه هم نگفتم این کار رو بکنید، ولی رفتن خودم چون عکس آقای خامنه ای که تو خونم ندارم که. ولی خیلی جالبه که سه نفر رفتن این کار رو کردن، حداقل من تو خیابون دیدمشون، تو لانزل دیدم، سمت پارک رویال دیدمشون، مناطق ایرانی، و این اومدن اظهار نظر رو به من کردن. به هر حال اینا خدا زدتشون، آرزوهاشون رو در قالب خبر دارن میگن، آرزوهاشون رو دیگه به این وقتی جوانمردی میاد اون حرف رو میزنه، این دیگه نشون میده که کفگیر دیگه حتی تایید دیگه من نمیگم خورده، اصلا دیگه دیگی وجود نداره که کفگیر بخواد بالاش باشه یا پایینش باشه. یعنی حتی اینا دیگه دیگی هم براشون نمونده که کفگیر تایید دیگ بخوره، تا این سطح یعنی هیچی ندار شدن اینا. به هر روی اینو میبندم، سریع میایم تو، منتظر باشید 4 ثانیه دیگه دوباره برمیگردیم.